عجب دنیای شده به خدا ما مردها خانم ها را مجبور به حجاب پوشیدن می تا این که بتوانیم شهوت خودمان را کنترل بکنیم این دیگه واقعا هیچ منطق وجود نداره که تو بخوای به جای این که چشمای خودت را احساس خودت را شهوت خودت را کنترل بکنی میری یک شخص دیگه را به خاطر اینکه شهوت خودت را کنترل بکنی مجبور به حجاب پوشیدن میکنی یعنی اگر تار موی یک خانم دیده شد فلان جای یک مرد دیگه میه بالا دیگه اوتومات دیگه به خاطر از که یعنی قدر ما شما افغان ها بلخصوص همین مسلمان ها از نظر رابطه های جنسی عقب و پس ماندیم که با دیدن یک تار موی از یک زن شهوت جنسی ما میای بالا بابا بیاین که یک ذره بشرمیم خجالت بکشیم تا چی وقت باید ما شاهد چنین چیزی شویم دنیا به طرف پیش روان است ما و شما به طرف پس روان هستیم به طرف عقب روان هستیم بسیار جای شرم و عیب است که امروز امارت اسلامی باز دوباره دستور داده که خانم های افغان باید از امو چادری های آبی بپوشه یعنی قفس همزمان یک یک یک, یک, نفس قید کن دمی اواخر دمی سه سال آخر ما شاید یک مریضی بودیم که کل ما و شما را مجبور به ماسک پوشیدن کرده بود او اشخاصی که ماسک در سه سال تجربه کردن پوشیدن که انوزم می پوشن یک تعداد با ما و شما معلوم شد که چقدر فشار روحی و روانی سر انسان می که نمیتونه تنفس بکنه به دلیل از ای که انسان ضرورت به هوا داره او چادری اجباری که در افغانستان حالی باز می سر خانم ها بپوشانه او دقیقا مثل از ماسک می ماسک دائمی تا ابد نفس یک زن افغان را ما و شما قطع می بند میکنیم یک ماسک سرش میپوشیم یک قفس آبی را سرش میپوشیم به خاطر اینکه شهوت جنسی خود کنترل بکنیم مراسمی برای تعیین پوشش حدود 51 درصد از جمعیت افغانستان زنان و دختران از این جمعیت یک نفر هم در این نشست حضور ندارد طالبان در طرحی که را توضیحی و اجرایی برای حجاب خواندند این نوع پوشش چادری برقه را بهترین نوع هجاب شرعی دانستند. البته گفتند بیرون نشدن از خانه بدون موجب اولین و بهترین نشانه رعایت هجاب است. خانم محترم فکرت باشه که اگر از خانه بیرون آمدی و چادری در سرت نبود فلانجا امد اگر راست میشه بگذارین که تو واضح صحبت بکنیم که همی یک ذره شعور پیدا کنن منطق پیدا کنن بفهمن که او برادر نکنین این کارا را. کل دنیا پیش روان از ما و شما پس روان هستیم واقعا جای عیب و شرم خجالت است یک تعداد خانم ها متاسفانه با تمام بیتوجهی به اینکه که به جنسیت زن اقدر به احترامی از طرف مردها میشه اقدر توهین و تحقیر میشه در قفس بندشان میکنه خوشحال هستن و باز آمینمی مردم ها حمایت میکنه ولی من نمیگم که امارت اسلامی بعد از باید جمع شوه بر از افغانستان اینمی قیودات بالای انسان ها وزن نکنه به خاطر اینکه نظام خودشان از بین میره مردم علیهشان قیام میکنه مردم نمیخوان که در زندان زندانی باشن یگه پس که میگه نه دام است نه زنجیر همه بسته چرایم منظورش این است که البته ای برای انسان گفته شده که در آزادی زندگی میکنه یک شخص دوم بالایش کدام چیزی را تحمیل نمیکنه اما به خاطر عقایدشان به خاطر مفکورهشان خود به یک نحو زندانی کرده که اینجا برش میگه که نه است، نه زنجیر همه بسته چرایم یک واقعیت تلخ خواهش جدی از امارت اسلامی این است که خود اسلام بسازد چنین قیودات بیمانای بیمفهوم نیوره در افغانستان به دلیل از که عربستان سعودی بود اگر هر کشور دیگه بود اینمی شرایط که تجربه کردن به مرور زمان فهمیدن که ما نمیدانیم در چنین وضعیت زندگی بکنیم و خود رها کردن آزاد ساختن امروز در عربستان سعودی که اسلام از اونجا سرچشمه گرفته کنسرت امریکایی گرفته میشه زنان با حجاب و به حجاب رنگ و رنگ میرن اونجا ما شما در افغانستان ادعای از میکنیم که فقط ما مسلمان هستیم دیگران کلشان کافر بهترین کشور اسلام، اسلامی امروز ترکیه است شما برین ببینید که چقدر پیشرفت کرده چقدر واقعا ترقی کرده اما یک کشور اسلامی است از او باید یاد بگیریم ولی خو نمیشه که دیگه ما و شما امو فرهنگ های بیمان های خود سر یک دیگه بکنیم یک تنبان است من هم میفهم متره یک تنبان امی خانم های افغان میپوشید این که میگم که خانم های افغان میپوشید فکر نکنین که مادر من خواهر من یا اعضای فامیل من چنین کار را نمیکرد بالای افغان های دیگه توهین و تحقیر بکنم نه خیلی دوست عزیز از مادر خود من که از همون تنبان های چل متر می پوشید و از همی چادری می پوشید و همچنان اعضای فامیل ما که واقعا باعث آبرو ریزی است در این قرن 21 اونو یک اونو تنبان ها یک فرهنگ های عجیب غریب احمقانه است که در افغانستان من هم فهم که از پاکستان آمده از کدام کشور دگه آمده از کجا آمده که تو یک تنبان چل متر تکره می گرفت باز می دخت می دخت جمع می کرد. او را می پوشید یکی او فرهنگ از او تنبان یکی نمی چادری آبی ما و شما افغان ها را تبا و برباد ساخته یعنی اینا قفص هایی است که در مغز ما و شما جور شده به خاطر اینکه افکار ما را کنترل بکنه تا ای که اگر ای پس شوه ما به غیرت میشیم به هویت میشیم افغان دیگه گفته نمیشیم مگم این که یک تنبان چلمتره بپوشیم و یک چادری آبی یک بوجی آبی را در سر خود و زنای خود کش کنیم تا ای که شکر خدا من افغان هستم غیرت دارم او برادر غیرت تو در زن تنبان زن تو نیست در چادری زن تو نیست غیرت تو در او است که قلم در دست دستت بگیری اختراع بکنی انیشتین دوم شوی توماس ادیسون دوم شوی همچنان ارسطو دوم شوی و فلان و فلان فلان دوم شوی نه اینکه اینجا برای ما بیای یک انسان اگر باشی که تو چرا چادری نپوشیدی تو چرا تنبان چلمتره نپوشیدی تو چرا اینجایت معلوم است تو چرا مویت بیرون است تو چرا فلان کار نکدی کل فشارها را سر خانم ها میارین واقعا این غیرت نیست اگر کسی غیرت داره امروز او کشور مثل روسیه است مثل امریکاست است مثل تمام کشورهای دیگه که امروز دارای علم و ترقی و پیشرفت هستند امروز در افغانستان تفنگ ما ساخت روسیه یعنی شما شما کسایی که با انمی ملاها بالخصوص همه اماراتی ها مصاحبه یک روز میکنین ازش پرسان کنین بگوی نمی خودت که همینجا انمی رقم ششتی سرچوکی از همی جرابای پایت برای ما شروع کو تا لنگید بگو که ای ساخت کجاست جراب پایش هم میبینی که چین ساخته تنبانش هم میبینی که تکیش چین ساخته اگر در افغانستان دوخته شده باشه او را من کار ندارم دنبال از او اگر یک واسکت در جانش باشه او در تکیش در چین ساخته شده اگر دوختش در افغانستان باشه باز هم خانه شاباد که قدر پیشرفت کرده که در افغانستان چنین چیزی را میدوزه و همچنان اگر تسبیح در دستش باشه باز اونو چین برش ساخته و اگر در مسجد جای نماز از سرش نماز می خوانه باز چین ساخته اگر پیش رویش یک لوحه است لا اله الا الله محمد رسول الله نوشته است یا الله یا محمد نوشته است در مسجد هایشان بازم اونمو چین ساخته پس غیرت چین داره نه ما افغان ها غیرت ما و شما در تنبان زنای ماست که اله که چرا چادری نبوشید اله تنبانتی تنبان تی رقم نیست اینمی غیرت ماست حالا این غیرت ما چی کنم که توفنگ چ... کلشین روسی را که امریکایی گرفتی امروز میای بالای افغان ها زور حاکمیت میکنی و یه قدر قیودات بالایش میاری واقعا جای شرم و حیا و بیزتی و بیابروی است رایتان را پیدا کنین اگر نه مردم مجبور به این میشن که برن از, از اینمی کسایی که بالای کو بالا شدن و بالایتان حمله میکنن دفاع بکنن حداقل میگن که اینا کسایی هستن که بعد یک دموکراسی کاذب باور دارن و 22 سال در افغانستان دموکراسی کاذب که آمده بود که به با باد رفت در یک شو از اون دموکراسی ها باز خواهد در و یک ملک بیگانه بفروشه که اونا بیاین اینجا حاکم شوند و باز ما در اما دموکراسی کاذب که برای ما آورده بودن زندگی بکنیم پس شرم کنین حیا کنین چنین قیودات را نیارین امروز امارت اسلامی گفته که زنان زنانی که حجاب نقابی نمیکنن یا چادری چدر... آبی نمی پوشن به دفاتر رانتین ادمی تلویزیونهایی که کار میکنه یا در یوتیوبر هستن یا هر چیز دیگه یا در ادارات دولتی کار میکنن به اینا رانتین حتی اعلام کردن که یک جریمه سنگین کنین اگر ببینین که حجاب رعایت نمیکنن و مردهایی که ریش نمیمانه حق ندارن که به ادارات بیان کار بکنه و برادر جمع کنین از برای خدا ببین هموطن اگر خودت طرفدار امارت اسلامی هستی خودت میفهمی که من همیشه حقایق ميگم و از ترس و حراس هم ندارم و در قصه هیچ کس هم نیستم که من کی مرا دوست دارم و کی از ما بعدش میه ما برای تو میگم که ما اولین کسی بودم که گفتم که اوکی امی اتفاقاتی که در افغانستان افتاد حالی که امارت اسلامی آمد از همه مردم دفاع کردم گفتم خوش آمدین حالی که آمدین اما درست اداره کنین نمی کشوره اما یا به مرور زمان که دیدم که یکی را در ریشش غرض گرفت دیگه در کالایش در نکتاییش غرض گرفت دیگر از کار در خانشان دیگر را کشت بخ... خاطر از که سرباز حکومت قبلی بود دیگر را اختار داد از کار دگه کرد مرا مجبور به این ساخت که به مرور زمان از کار خود پشیمان شد بگم که یا چیکار میکنن همین اکنون اگر امارت اسلامی قیودات ور داره ریشبان که ریشبان که باید حجاب ای رقمی بکنی و مچم که فلان بکنی که مکتب دخترها بس بسته شوه ای شوه او شوه هزار قیدات دیگه اگه اینا رو ور داره هیچ کس دیگه در افغانستان از امارت اسلامی ناراضی نمی باشن اگر چنین سیاستی رو را, را بندازه جوانها ها را از خود راضی نگاه کنه تمام کشور در دور بر امارت اسلامی جمع میشه این می طالبا اما اگر اینا ای کار نکنن خب معلوم است دیگه امروز کل مردم علیهشان میخیزن قیام میکنن میگن که شما چی میکنین آمدین که اینجا ما رو در زندان بسته بکنین چو دریا سر ما کش بکنین در قرن بیستی از برای خدا ولی من تو میگم که اسلام از عربستان سعودی شروع شده نقاب های عربی اول در عربستان سعودی بوده ولی فعلا به مرور زمان جوان ها صدا کشیدن و آزادیشان گرفتن امروز خودت میتونی در عربستان سعودی سرلوچ بگردی به خاطر از ای که امروز شاهزاده عربستان سعودی که هسته یک بچه جوان است و, و, و تانسته که همی آزادی را برای جوان ها بگیره چرا که جوان ها و زمان جوان ها را مصبانین زمان امی شرایط هم که در زمان آدم زندگی بکنه یعنی در حال, در حال زندگی بکنه چیزی که در قرن 21 اتفاق میفته ما نمیتونیم که بگیم که نه ما در این زمان زندگی نمیکنیم میره میریم میریم در 1450 سال پیش دمو خیمه ها و دمو مغاره ها و کجا و کجا در او حالت میخواییم که زنده باشیم و همونجا جم منجمد بمانیم این رقم دیگه نمیشه واقعا شرمتان باد ما باز هم میگم ای ویدیو ای ما ای برنامه ای ما به منظور این نبود که ما امارت اسلامی را برای همیشه حسب بکنم و علیه شوم اما اگر واقعا ببینم که در افغانستان بالای مردم فشار آمد و واقعا درک کردم که دیگه ای, ای گپایی را که میزنه در عمل بالای مردم تحمیل میکنه و ظلم میکنه در اون صورت من باز مخالف طالبان میشم و وقتی که مخالف شدم باز دیگه برای همیشه مخالف میشم اما امروز من بازم میگم همه طالبایی که در افغانستان آمدن کوشش کنن که خود اصلاح بسازن قیودات ور دارن تا اینکه که مردم در دور برشان جمع شون و مردم از ایشان راضی باشن و خدا اگر طالب همه قیودات رن, که آورده نیاره به خدا اگر یک تاجیک طرف کدام گروهی که علیه طالبا تشکیل شده اگه بره یک از آره به خدا اگه بره یک ازبک اگه بره یک پشتون اگه بره یک قزل باش و هندو مندو و سک و فلان و فلان هر قدر اقوامی که در افغانستان هست اگه طرف کس دیگه بره میگه امی طالب زنده باد اما شما اینقدر قدر فشارا را بالای مردم میارین که مردم مجبور شوند که برن جبهه را علیه شما تشکیل کنند تا ای که در مقابل شما بجنگن و آزادی خود بگیرند. باز هم میگم کسایی که طرفدار امارت اسلامی است این یک انتقاد به خاطر ازی است که امیا اصلاح شون و امی افغانستان دارای یک صلح دائمی باشه اگر این انتقاد مرا نمیپذیری اما تن عزیز به این معناست که خودت در افغانستان به جنگ دامن میزنی میگی نه بانک امارت اسلامی اینمی قیودات تایی ای که علیه جبهه ها تشکیل شوه بر اساس منطق که بگه یک اینای کارها میکنه ما تشکیل میشیم یا را نابود بکنیم در اون صورت باز خودت ملامت هستی چرا که تو خواستار جنگ هستی اما من میگم که این قیودات نباشه که مردم در دور بر امارت اسلامی جمع شوه همه حکمت ما بر همیشه از این جنگ خلاص شویم و یک امنیت دائمی بیه و این حکومت ما پایدار بمانه ولی تو که یک زن نقاب پوش میکنی چادری آبی را به زور سرش میپوشانی مغز از او اصلا دیگه کار نمیکنه مغزش از کار میفته تا قفص بندیش میکنی باز توقع داری که بره در فضا امروز خانم ها در امریکا میرن سیاره های عجیب غریبی را کش میکنن میرن بالا در فضا اونجا سالا زندگی میکنه، پس میه پایین ما و شما افغان ها زنا را در چادری آبی قید می میکنیم توقع داریم که باز بگوییم که ما مردم فهمیده هستیم ما مسلمان های بهتر هستیم ما انسان های برتر و بهتر هستیم هیچ چیزی نیستیم اولین کسی که در دوزخ می سازه در دنیا اینمی افغان هاست بخاطر که دوزی که می کنه افغان می کنه زور که می افغان میکنه ظلم که می افغان می کنه واقعا نمی هر عیاشی و فهاشی و کارهای عجیب غریب را که بگوین در روی دنیا اینمی ما افغانا کردیم سر یک انسان میگیره بسیار زیاد آسان میبره فکر میکنه که خداوند به خاطر این که سر یک انسانش را بریدم یک پاداش بسیار بزرگی در او دنیا به من میته که دارای افتاد دانه حوری و غلمان و شراب و کباب و این و آن هستند در صورتی که هیچ چیزی وجود نداره برعکس در دنیا که بره برای همیشه در دوزخ کشالش میکنه که برادر عزیز تو چی تو جرات کردی و انسانی را که ما به هر عقیده که بود خلق کرده بودم تو را گردن باریدی و نام هم گرفتی که الله اکبر سر میباری برو در دوزخ خودت جای جنت میانت نیست این رقم برش میگم ممنون که بیننده برنامه بودین شما میتون نظریات خودتون رو داشته باشین قسمی که گفتم اگر امارت اسلامی به این قیوداتی که میاره ادامه بده من علیهش میشم در غیر از او من نمیخوایم که هیچ جبهه علیه امارت اسلامی در افغانستان فعلا بجنگه چرا که فعلا واقعا افغانستان به یک آرامش رسیده و من نمیخوایم که افغانستان باز دوباره شاهد یک جنگ داخلی باشه خدا نگهدار شما